تأمین اجتماعی شوش 11/4/1401. کفن به تن کردند و بار دیگر صدای اعتراض خود را به خیابان کشاندند. تجمع باشکوه بازنشستگان اهواز تأمین اجتماعی 11/4/1401 مقابل استانداری. تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه هم در چندین شهر ایران برگزار و در مواردی به خشونت کشیده شد. خواستان‌ها لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان است. آنها می‌خواهند دولت ابراهیم رئیسی از رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان تمکین کند. دغدغه نان، آب، سرپناه، عقب افتادن پرداخت حقوق، افزایش مالیات، مشکلات صنفی، همه و همه دست به دست هم دادند تا هر گوشه از ایران در التهاب و اعتراض باشد و داد مردم به خیابان‌ها کشیده شود. معترضانی که کف خیابان در اعتراض به عملکرد دولتی که خود را مردمی و عدالت گستر می‌خواند، مشت گره کرده و شعار دادند. شورای عالی کار افزایش حقوق 38% را برای بازنشستگان در نظر گرفته بود، اما دولت 13 تصمیم گرفت دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی را تنها 10% افزایش دهد. این افزایش 10% حقوق کارگران و بازنشستگان در حالی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5% رسیده، عددی که در مقایسه با اردیبهشت ماه بیش از 13% افزایش داشته است. اما گویا هنوز گرانی‌های بیشتر در راه است. پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم. یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد. الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم انشاءالله با کمک خود مردم عبور کنیم. معلوم نیست ابراهیم رئیسی از همکاری کدام مردم حرف می‌زند. مردم عادی کوچه و خیابان اینها هستند. مردمی که دغدغه‌شان تا سطح تهیه نان نزول کرده است. آقایون مسئولین، این وضعیت زندگی ما، سه شبش بچه‌هام دارن نون خشک و آب می‌خورن. رویا ملکی، رادیو فردا.